سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند اصلی بخش تشکر میکنیم از توجه شما به برنامه پرتو نور برنامه امروز رو تحت عنوان آینده دنیا در آینه قرآن خدمتون ارزه میکنیم این سال مطرح شده که ما مسئله به این صورت در ارتباط با آخرت و اینکه بشریت چه به اصطلاح انتهایی داره ما در برنامه پرتو نور صحبتی ازش نکردیم خب این مسئله آخرت و قیامت هم در اصطلاح قرآنی استفاده میشه این یه مسئله متافیزیکی و ماورا طبیعی است و معمولا در خب چون کاری با مسئله علمی نداره از این جهت در محافل علمی چندان مطرح نشده خب ما فکر کردیم در ارتباط با این مسئله برنامه داشته باشیم و میدونیم که یه سری دیندارایی هستن که خب اعتقادی دارن به آخرت یه سری دیندارایی هستن که اعتقاد ندارن و کسایی که دیندارم نیستن اعتقاد ندارن حالا مجموعه اینا میتونه باشه یه کامبینیشنی به قول معروف از اینا باشه خواستیم از آقای بازرگان تشبیرن دعوت ما را قبول کردند که در این مورد شاید یک راهچایی آنچه که قرآن مطرح میکنه در این مورد در اختیار شما قرار بدیم خیلی متشکرم آقای بازرگان به نام خداوند جان و خرد با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و گرامی ارز کنم که موضوع آینده که مطرح میفرمایید آینده بشریت یا آینده زمین و آسمان و ماه و خورشید به حال چون یه مسئله ماورای طبیعت هستش ماورای فیزیک و خبری است که پیامبران آوردن یعنی کسی از اونجا برنگشته رو تجربه که انسانها داشتن از سخنان پیامبران از این حادثه ای که در آینده رو خواهد داد بر حال سخنی گفتن و بر حال باورهایی بر حال این محور شکل گرفته اما چون مسئله وعده است مسئله به اصلاح نسی است طیف مردم برداشتاشون متفاوته و ما انسان هم چون در واقع خو گرفتیم به زمان به مکان ما محدودیم در زمان و مکان محدود در واقع ما اسیریم یکی اسیر مکانیم در شهر و جامعه که زندگی میکنیم در دورانی که زیست میکنیم تحت تاثیر به حال جریاناتی هستیم که مکان به ما دیکته میکنه یا اسیر فرهنگی اسیر آداب و سنت ها هستیم جوری عمل میکنیم که در اون جامعه پذیرفته باشیم پذیرفته شده باشیم حالا جوامع متفاوته یکم اسیر زمانه ما همه میدونیم که عمر کره زمین که اصلا کره زمین اصلا هیچه در مجموعه حتی کهکشان راه شیری چه برسه در 300 میلیارد کهکشانی که هست ولی همین کره زمینی که انقدر کوچیک و کوچیک و بی اهمیته چهار و دهم میلیارد سال ازش گذشته یه جا حساب کرده بودن که اگر زمین رو عمرش رو یک سال فرض کنیم حضرت عیسی سه ثانیه پیش یا سه دقیقه پیش مثل که یعنی هزار و یعنی 2017 سال که گذشته از میلاد مسیح به اندازه نمیدونم حالا سه دقیقه یا سه ثانیه است یعنی حتی در عمر کره زمین یعنی ما در واقع مثل یه چشم به هم زدن اگر صد سالم عمر بکنیم حیاتمون بیشتر طول نمیکشه. طبیعتا ما با همین محدوده بسیار 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 تنگ زمانی میخوایم داوری بکنیم قضاوت بکنیم و همه چی رو در همین محدوده کوچک میبینیم دیگه شعری از قدیم میگفتن پشه کی داند که این ملک از کی است زادنش در نمیدونم جایی زادنش در... بهار و حال تخمش میشه و در دی هم از بین میره دیگه ولی همه جهانو اگر بخواد او ارزیابی بکنه خیلی اسارت در یک دید پایین حالا اشاراتی یا بشارت هایی که کتاب های دینی به خصوص قرآن از آخرت آینده آورده این زمان رو داره بست میده این زمانی که به اندازه یه پشه هم ما در یک مقیاس یونیورس زندگی نمی کنیم میگه دیدتون بیارید بالاتر ما چون اسیر زمان هستیم و میگیم خب از کجا معلومه کسی که از اونجا خبر نیاورده یه وعده است خیلی جدی نمیگیریم حالا اونایی که اعتقادی ندارن به جای خود ولی اونایی هم که باور دارن باور ذهنیه عملا برنامه ریزی کردن تو زندگی تدارک آینده خود رو آماده کردن برای یه زندگی فراتر از دو روزه دنیا بسیار کمن آدم ها. در واقع ما مثل یک کودکیم یکی از برنامه ها من عرض کردم بچه وقتی متولد میشه تا دو سه سالگی سه چهار سالگی در واقع زمانش خیلی خیلی محدوده بچه وقتی گریه میکنه نمیتونه بگین حالا ساکت باش فردا برات مثلا اون چیزی که میخوای میخرن فردایی وجود نداره همون موقع باید پاسخ داد یعنی زمان بسیار محدوده اگرم دعواش بکنید نیم ساعت بعد بهش بخندین میخنده اصلا تو دل نمیبره یعنی نه گذشته براش مطرحه نه آینده به تدریج که سن بچه بالا میره این زمان بست پیدا میکنه هم گذشته یه مقداری به دل گرفته اگه دو روز قبل دعواش کرده باشین هنوز به خاطرش هست اگه بگین حالا فردا میخرمم باور میکنه بالاخره میره تا یه جایی که حالا اگه محصل مدرسه شده باشه اگه درس خوب خوب بخونی برات آخر سال این جایی رو میخرم این امید در دلش مینشینه یا مثلا اگه یه دعوای تهدیدی کرده باشید هنوز اون تهدید تو ذهنش هست نمیخوام بگم تهدید خوب چیزیه یا نه منظورم بحث تأثیر زمانیه تا دیگه سن دانشون میشه و بلوغ میرسه دیگه نه تو اگه مثلا بتونی در کنکور قبول بشی وارد فلان رشته بشی برات ماشین میخرم اون دیگه نقده دیگه باور میکنه اون رو تجربه کرده و از گذشتم عبرت گرفته سالهایی که خوب درس نخونده مثلا چه مشکلاتی براش به وجود آمده بنابراین هم فرد یواش یواش از اسارت زمان میتونه خودش رو آزاد بکنه بست پیدا بکنه شخصیتش و هم جوامع جوامع ما که قبلا برنامه ریزی نداشتیم دوران قاجار مثلا دوران رزاشا. خب می اواخر این مقداری برنامه ریزی های مثلا پنج ساله بلند مدت ما پیدا کردیم اونم از غرب گرفته بودیم دیگه در کشور غربی تا 50 سال حتی بیشتر برای تعلیم تربیت خیلی چیزا برنامه ریزی میکنن یعنی جوامعی پیشرفته ترن که هم از گذشته عبرت میگیرن به اصطلاح حافظه تاریخی دارن میدونن چه اتفاقاتی افتاده دیگه تکرار نکنن و هم برنامه ریزی های بلند مدت فکر نمیکنن آقا فردا که نیامده کی دیده خب مسئله آخرت رو میشه اینطوری حساب کرد که در واقع انسان چقدر گذشته و آینده براش مطرحه یک فرمایش حضرت علی دارم میگم من گرچه عمر گذشته این عمر زیادی ای نکردم ولی چون از گذشته عبرت گرفتم انگار با آدم متولد شدم در زمین از حضرت آدم مثلا یعنی دلیل نیست که آدم همه چی رو خودش تجربه بکنه اگر در واقع تجربیاتی وجود داره آدم مم. ازش استفاده بکنه از کشورهای دیگه و هرچی که میدونه این در واقع آورده تجربیات اونا رو در وجود خودش یعنی از گذشته بست پیدا کرده شخصیتش و راجب آینده مثلا قرآن راجب ابراهیم ابراهیم و فرزندانش اسماعیل و اسحاق میگه انا اخلصناهم به خالصت ذکر دار اینا یه سره به فکر آینده بودند دار دارم با الفلام اومده یعنی این دنیا رو خانه نمیدونستن خالصانه صد درصد بعضی ها هم خدا و هم خرما هستن هم آخرت و هم دنیا رو بچسبیم. میگه نه اونا اگر تو دنیا هم کار میکردن برای ساختن ابدیتشون آیندهشون بود نه اخلصناهم هم خالص شده بودن اینا به خالصت این ذکر دار یعنی در واقع مثل خودشون مسافری میدونستن که برحال به یه مقصدی میخوان برن یه هدفی دارن یا تو قدیم مثلا آدم اسمهان میرفت یا قوم مثلا تو راه قوه خونه حسن آباد و نمیدونم علی آباد و کشک نصرت و ماشین آبایی در اونجا یه قوه خونه بود و حالا مثلا یه حوز آبی هم که معمولا هم همیشه لجن بود و چهار تا مرغابی هم توش بود و میزای شکست ای مثلا چایی می آدم دلش نمیخواست سفرهای جاده های خاکی اون موقع بود دلش میخواست اینجا بمونه حالا صفایی حالا میگه بابا اینجا فوری به قول معروف بنزینی بزن چایی بخور رفع خستگی کن تو برو مسیر جای دیگه است ما همه مسافریم نگاه مسافر کردن به زندگی نمیخوام بگم درویشی باید زندگی کرد ولی دل نبستن اسیر نشدن و به فکر مسیر بودن و آینده بودن محور اصلی آخرت نگری همینه که آدم بتونه بفهمه که هیچی تو دنیا به عدم نمیره چیزی که آفریده شد الالعبد ادامه داره شکلش عوض میشه تغییر و تحولی پیدا میکنه مثل طبیعت که هر بهار دو مرتبه زنده میشه و ادامه پیدا میکنه مسئله اینه که یه عده خیلی جدی یعنی عده که بگیم اکثریت غریب به اتفاق جدی نمیگیریم مم. این مسئله رو مشکلش در واقع همین بسته بودن به صلاح دید ماست مم. چشم ما نسبت به آینده است وای دنگل به صلاح نیست تنگ میبینیم و طبیعتاً دوروبر خودمون رو فقط میتونیم تشخیص بدیم تشکر آقای بازرکان این تشابه جالبی گفتید شما عمر ما نسبت بله. به عمر زمین خودمون حداقل <تصفح> که بسیار کوتاه است شاید یه دلیلی که کم توجهی میشه شما میشاره کردید به این مسئله آخرت از دید انسانهای دیندار حالا صحبت کنیم این است که اون خیلی طولانیه میلیاردها سال ممکنه طول بکشه یا میلیون ها سال طول بکشه من همین فعلا زندگی دنیاییم رو ادامه میدم سعی میکنم آدم خوبیم باشم در این نگاه داره میخوام ببینیم آیا علاوه بر این بود زمانی که دور هست عوامل دیگری هم هستند که این بیتوجهی رو به اصطلاح بالا میبره یعنی دامن میزنه این بیتوجهی ای رو بله ما اصولا ذاتن یعنی آفرینشمون ساختار به صلاح فکر و ذهنمون به حال شتاب زده است در قرآن هم هست میگه خلقتم من عجل شما خمیر مایتون از عجل است حالا نه اجل هایی که همه در حالت انگزایتی و شتاب هستیم و بود و توی ترافیک و این بر اون بر سر کار نه اصلا بشر چون دوروبر خودش رو میبینه زمان محدود خودش در شتابه در عجله است میگه بل, بل یریدون یه دی عاجله رو ارادت میکنن اراده میکنن عاجله یعنی همین دنیا که این دنیا به سرعت تحولاتش داره میگذره و یزرون یا تزرون الاخره شما آخرت رو به حال خود بی اتنا رها میکنید یعنی در واقع اون چی که دروبرتونه دنیای دو روزه رو بهش چسبیده این که اصلا اسمش در قرآن آجله است بارها تکرار شده اصلا دنیا رو میگه دنیا آجله میگه بل یوریدون آجره یا میگه که من اراد العاجله هر کسی که اراده دنیا رو بکنه ما هم که جلوشو نمیگیریم اجلنا نالهو فیها ما نشاول من نورید قوانینی ما گذاشتیم مقرراتی که ما هم شتاب یعنی به نسبتی که آدم تلاش بکنه بخواد تو دنیا به جایی برسه متناسب با تلاشش طبقه مشیتی بهش میدیم ما یعنی جلوی کسی رو ما نگرفتیم که میخواد در زمان محدود زندگی موفق بشه اونم کمکش میکنیم کلن نومد ما همه رو امداد میکنیم ها و ها هم دنیا طلبان و هم آخره طلبان ولی میگه یک کسی از این محدوده آزاد بشه و ورای اون رو هم بخواد اونا هم متناسب با کوشششون فا که کان سعیه هم مشکورا اونا هم در واقع از سعیشون برخوردار میشن ولی بارها در واقع خوشدار میده که اینطور تنگ نظر بودن فقط به یک دنیایی که تمام میشه با فانی میشه دل بستن این تناسب با یک انسان بی طلبه طلب دارای استعداد بی نداره اصلا یکی از سوره های قرآن سوره انبیا همینطور آغاز میشه میگه اقترب للناس حسابهم حساب داره نزدیک میشه در واقع مثل امتحان مدرسه خب همه مشغولن و به 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 و بازی و سرگرمی و حساب نزدیک میشه یعنی پایان کار هر کسی نتیجه شو کار میگیره اقترب لناس حساب و هم و هم فی قفلت مورزون ولی مردم در قفلتن قفلت یعنی در واقع بی توجهی به یه امر مهم ما تو فارسی حالا قفلت رو به هر کاری میگیم قافل شدم مثلا این چیز افتاد زمین شکست مثلا به اینجور چیزا نمیگن در زبان عربی به چیزی که به سرنوشت ما خیلی ارتباط داره اونم قفلتی که در حالت اعراضه یه وقت آدم بی توجهه ولی پشت نکرده ولی یه وقت هست که اصلا گذشته کنار اعراض کرده روی گردونی کرده میگه هر آگهی هم میرسه برشون هر مثلا چیز تازه هم میرسه الا استمعوه و هم یلبو میشنوه آدمو ولی مثل یه تلنگره فقط تو زندگی یه جرقه است که میزنه ولی باز به همون بازی های زندگی مشغولن افراد چرا برای که لاهیتن قلوب هم دلها به کارای بی هدف مشغوله چون دل مشغوله حالا ما فکر میکنیم بچه ها بازی میکنند بازی مال بچه هاست و لحو, لحو مال بچه هاست نه پیر مردا هم بازی میکنن ولی بازی ها در واقع همین چسبیدن به پست و مقام ها و شهرت ها و نمیدونم زندگی ها و حالا خونه من مثلا چقدر باشه زیر بناش مثلا دکوراسیون هم چجوری باشه اینا میانو بازی دیگه چه فرق میکنه نوع بازیش فرام، اینا که در واقع هدف یک انسان متعالی که اشرف مخلوقات به قول معروف و ملائکر خدا در خدمت رشد و تعالی اون قرار داده که نیست که بچسبه به یه زندگی که همه چی را در میذاره میره نویس اینا بازیار یعنی از این هشدارها در بسیاری از سوره های قرآن داده شده که میخواد ذهن ما رو فراتر ببره از این دروز دنیا یعنی انسان رو هدفمند قایت مدار بکنه که تو برای این رو فکر بکنه البته اگه آدم مادی باشه و دنیا پرست باشه دنیا طلب باشه اهمیت دیگه واست. نمیده میگفت بعدش هم خبری نیست دیگه خیلی متشکرم باز اگه صحبت میکردیم کردیم شما اشاره کردید که حدود یک سوم قرآن اشارات مستقیم حالا یا غیر مستقیم به قیامت و آخرت داره خب با توجه به این میخوام ببینیم که از نظر تاریخی ادیان دیگر حالا یه سری ادیان ابراهیمی بودن که اونام قاعدتا اشاراتی حتما داشتن حالا صحبتشون میکنیم و یاد به اصطلاح آینهایی که به اصطلاح بخوام ببینی آین ها. همه آین هایی که در تاریخ آمده اشاره به آخرت داشته یا نه این انسان ها رو هشدار میدادند به این مسئله خب به نظر من نیازمند یه مطالعه خیلی جامعه کردم یه بررسی کلی بکنه روی تمام آین ها مذاهبی که از شرق آسیا گرفته تا آستیکا ها و اینکاها و بقیه که نوع نگاهشون به آینده چگونه بوده مذاهبی که آمده ولی به هر حال شاید بشه گفت بیشتر مردم دنیا تمدن که بودن به نوعی به زندگی پس از مرگ باور داشتن همینی که در مثلا مصر باستان یا در چین مثلا در ادواری از تاریخ مومیایی میکردند و همراه مرده مثلا طلا جواهراتی میذاشتند یا مواد غذایی که فاسد نمیشده مثل اصل مثلا یا چیزهای دیگر رو با یه تدابیری میذاشتن خب اینا بر این باور بودن که اینه که مرد که دیگه برای عبد از بین نرفته دو مرتبه زنده میشه حالا به صورت فطری در زمیرشون بوده که انسان نمیتونه برای عبد از بین بره یا چه به حال نظریاتی داشتن مختلف بوده دیگه در جوامع متعدد اعراب معاصر پیغمبر اسلام اصلا اعتقادی به رستاخیز نداشتن و یکی از حرفای اساسیشون هم این بوده که این مرد میگه که اعزا متم و کنتم ترابن و اعزامن اینا بوسون یا لمدینون این میگه که وقتی که شما مردین استخونات کنم پوسیده شد، خاک شدید دو مرتبه زنده میشین عجب حرف عجیب غریبی داره میزنه. بارها زمان بسیاری از انبیای گذشته یا برحال بر حال پیانبر پیامبر اسلام نشون میده که اونها حداقل باوری به پس از مرگ نداشتند. در دین زرتشت گرچه خب چیز زیادی نمونده چون خیلی دین قدیمیه دسترسی به اون مدارک اولیه زرتشت نیست خیلی خیلی کمش اونطوری که مستشرقونه که مطالعه عمیق کردن این مقداری گات‌ها و این مقداری بعضی فصول دیگه رسیده خب نشون میده که یه باوری به زندگی مجدد در دین توحیدی زرتشت وجود داشته حتی این که پل سرات در اسلام که نیست تو قرآن اون فرهنگ ما ایرانی ها از دوران وسلا زرتشت بوده که حالا وارد فرهنگ وسلا دینی ما شده چیزی به نام سرات در قرآن وجود نداره در دین یهود هم خب اشاراتی هست ولی نزیاد زیاد حالا یهودی هم خیلی خبر ندارن تو تورات البته خیلی جاها هستش از انبیاء بنی اسرائیل در انجیل خب خیلی بیشتره خب طبیعی هم از حدود هزار سال گذشته همطور که عرض کردم که دید انسان به زمان به گذشته زمان یا آزاد شدنش از اسارت زمان درست مثل همون بزرگ شدن یه بچه است بچه کوچیک دو سه ساله اصلا زمان نگذشته براش مطرحه نه آینده هرچی که آدم بزرگتر بشه بست زمانی پیدا میکنه گذشته هنوز داره خاطره رو برای آیندهم امیدوار برنامه ریزی میکنه خب کل بشر هم همینطوره بیش از هزار سال گذشته از دوران حضرت موسی نسل جدیدی که آمده هزار سال برش گذشته انسانهای دوران حضرت مسیح خیلی فرق کردن در هزار سال طبیعتاً بهتر میتونن بفهمن و سن بلوغ نزدیکتر رسیدن بنابراین خیلی خیلی بیشتره در انجیل مسئله بهشت و جهنم و دوزخ و نمیدونم سخنان حضرت عیسی به ملکوت علا و نمیدونم این حرفا خب خیلی زیادتره در دوران اسلام باز میبینیم که حدود 600 سال 6 قرن گذشته از حضرت مسیح طبیعتا در این 6 سال هم یه تحولات بزرگی پدید آمده بشریت یه رشد بیشتری کرده درسته عربستان همچنان عقب بوده ولی پیام در واقع ناظر به بشریته یعنی که میبینیم نسبتش در قرآن خیلی زیاده خیلی خیلی بیشتر از حتی انجیل هستش البته یهودی ها خیلی میدونید که باور زیادی نمیخوام بگم همه مسئله آخرت رو خیلی مطرح نمی کنن برخلاف مسیحیا. با اینکه هست در تورات اشارات زیادی هست ولی اون چی که قرآن گزارش داده از حضرت موسی اتفاقا میگه که اول پیامی که یعنی اول اتصال اولین جرقه ای که زده شد در واقع اون ارتباط حضرت موسی با آفریدگارش که در همون کوه تور میگه اننی انا الله لا اله الا انا فعبدنی و اقم سلات لذکری یعنی اول خدا مسئله توحید رو مطرح میکنه و روی کرده به اون منبع و صلاح رحمت بلا فاصله میگه و انه ساعته آتیتون لا رعی بفی ساعت قیامت نزدیک آینده است این داره میاد برای مردم مخفیه مخفی نگه داشته شده تو هر کسی مطابق عملش در واقع نتیجه بگیره این نیست که بگن فردا میشه خب همه به تلاش بیفتن بگن نه آقا حالا چند میلیارد سال فاصله است آقا که نوبت ما که نمیرسه دیگه حالا بذار ما علم خوش باشه در مورد حضرت عیسی هم حتی میگه که در گهواره وقتی به سخن آمد میگه انی عبدالله که الکتاب که میگه وقتی مریم رو در آغوش گرفته بود مردم میگن بابا اینا کجا آوردی تو که شوهر نداشتی حالا اون داستان حالا به صورت نمادین هرچی هست که میگه از سلام علیه یوم بولتو و یوم اموت و یوم اوب از یعنی از همون گهبارگی از بعثت و برانگیخته شدن حضرت عیسی سخن گفته در مورد حضرت مریم هم همینطوره یعنی بر حسب گزارشی که قرآن از زندگی موسی و عیسی و مریم و مادر مریم همینو داده یعنی هم در کتاب های تورات و انجیل وجود داره و هم گزارشی که قرآن داده لاعقل نشون میده که در ادیان ابراهیمی بسیار جدی مسئله یه یعنی هرچی هم که متاخر میشه این مسئله بسیار جدیتر شده عرض کردم در مورد ابراهیم که دیگه پدر انبیاء به صلاح توحیدیه اون که میگه انا اخلصناهم هم به خالصت ذکر دار ابراهیم و اون شاخه اسماعیل و شاخه اسحاق اینا خالصانه به فکر ابدیت بودن یعنی دیدشون بسیار وایدنگل بود خیلی وسیع همه جانبه ابدیت رو اینا نگاه میکردن ولی بعد تو این موضوع بررسی کرد که واقعا نگاه به ابدیت آینده در ادیان و آین ها به, چه به چه, نسبت بوده و چگونه میدیدن این دو این خودش یه موضوع با. با توجه به صحبت شما آقای بازگان پس حالا نگاه کنیم در ادیان ابراهیمی از تورات اشاراتی شده به نظر میاد انجیل بیشتر صحبت کرده نسبت به آخرت و بهشت تو جهنم و به نظر میاد قرآن بیشتر از اون دو صحبت در این مورد کرده باش که ما اشاره کرده ممکنه سی درصد آیات مستقیم و غیر مستقیم در این مورد باشه شاید ببینیم قرآن به چه صورت این مطالب در مورد آخرت رو آیا در قالب بهشت و جهنم صحبت میکنه یا خارج از بهشت و جهنم مواردی هست که اشاره به آخرت داره و به نظرم میاد علت این که قرآن و یا انجیل بیشتر از قبل توجه شده باشه رشد فکری انسان ها شاید باشه یعنی این ممکنه یک عاملی باشه در اینکه توجه بیشتر آمادگی بیشتری انسان ها پیدا کردن دقیقا همینطوره دیگه اون مثال کودک که کردن با رشد یک طفل در طول زندگی دیده زمانی عوض میشه بشریت هم خب دوران آه. کودکی و نوجوانی و جوانی و بلوغ داشته دیگه ببینید قران رو اگه بشه یه تقسیم بندی موضوعی بکنیم که قرآن از چه بخشایی تشکیل شده یه تقسیم بندی ساده تقسیم بندی زمانیه یعنی گذشته حال آینده گذشته یعنی تاریخ انبیا و امتهای پیشین از گذشته خیلی دور که سناریوی آدم و خداوند در قرآن توضیح میده که در واقع خداوند فرشتگان در واقع اعلام کرد دستن در کار آفرینش مثلا موجود تازه ای هست اختیار و اراده داده به انسان از فرشتگان خواسته که در خدمت رشد و کمال انسان باشند از اون موقع آغاز میکنه بعد دوران آدم و نوح و نمیدونم ادریس و ابراهیم و انبیاء بعدی و امت هاشون تجربیات تاریخی بشر قوم عاد قوم سمود قوم نمیدونم لوت قوم شعیب بخشی از قرآن راجب گذشته است این بخش بخش دومش راجب حال زمان حال حاضر یعنی مخاطبینش معاصرین پیامبر گروه هایی که بودن بود بودن مخالفت هایی که میکردن جنگ هایی که راه انداختن شکنجه هایی که دادن به مؤمنین داستان در واقع زمان نزوله این بخش دوم دو بخش سوم راجع آینده است آینده بسیار دور سرنوشت بعدی کره زمین خورشید چی میشه سرنوشت خورشید ماه زمین آسمان ها و انسان ها چه حالتی پیدا میکنن یعنی یه چیز خیلی عجیب یعنی بخش سوم قرآن راجع به آینده است آینده که نیامده پس از یه طرف ما رو میبره به تجربیات از زمان آدم که چه کردن به چه دستاوردهایی و نتایج به حال خوب یا بدی رسیدن و بعد حالا شما چی دارید میگین و بعد آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد خب آدم فکر میکردن این زمین همیشه هست ما همیشه هستیم زمین هم مرکز آدم عالم خوشیدم که همیشه هم خب چراغ فروزان ابدیه میگه نه همه اینا میمیره همه اینا تمام میشه عمر اینا مثل عمر شما محدوده سه تاش بس گذشته حال آینده است دو تا دیگه هم داره قرآن اون دو تا دیگه آیات یکی آیات تکوینی یعنی در طبیعت یعنی آیات خدا در طبیعت میگه به شطور نگاه کنین جگونه ساخته شده به آسمان چگونه شکل گرفته به طبقات جهف به زمین چگونه گسترده شده به همه چی یعنی خدا رو در طبیعت ببینیم این قسمت چهارم پنجم آیات شریعت در واقع یعنی هدایت و اخلاق و انسانیت و اسماع خدا یعنی اون چه که آموزش اخلاقی و انسانی داره حالا جالبه که بدونیم قرآن با آخرت آغاز شده و این نکته بسیار مهمه که به این بحثی که امروز مطرح کردین ارتباط پیدا میکنه یعنی از این پنج بخش گذشته حال آینده طبیعت و شریعت قرآن با آینده آغاز شده 49 و 8 همه درصد یعنی میشه گفت 50 درصدی حالا خیلی فرق نمیکنه 49 ممیز همه آیات دو سال اول قرآن درباره آخرته خیلی به نظر عجیب میاد یعنی قرآن با آخرت آغاز شده یعنی اول میخواد این ظرفیت ذهنی رو بشکنه آدم ها اسیر زندگی خودشون هستن چاردیواری اختیاری و محل خودشون و دعواها سر همین چیزای کوچیک که آدم با ما که پرواز میکنه بالا نگاه میکنه خونه ها مثل قوطی کبریت مردم مثل کرم دارن میلولن میگه می می و سر چی ما داریم دوا میکنیم با همسایه این برابر حتی یه پرواز با هواپیما آدم بکنه میفهمه به حقارت بعضی از این مشکلاتی که داریم حالا با یه نگاه فراتر اول میاد میگه بابا این, این, خرشید می می این از شمس و کب برد این خورشید خاموش میشه تمام میشه این ستاره ها از بین میره یعنی یه مرتبه چشم آدم رو باز میکنه که واو جهان در چه حالتی است از کجا آفریده شده زمین چی بوده به کجا داره میره چه شرایطی وجود داره حالا شما تو این وسط مثلا چطور خودتون رو در واقع انقدر مهم دارید تلقی میکنید ببینید سوره های کوچیک دو سال اول قران عمدتا درباره زلزله زلت یا الغاره، اتم الغاره و زلزاله هاون یا القارعه و و الی آخر خب شروع قرآن در واقع با همین مسئله قیامت هست که میخواد انسان هدفمند بکنه در واقع قایت مدار بکنه که توجهش رو ببره رو ابعاد خیلی گسترده تر یه برنامه ریزی خیلی بالاتر ببینید ما تا ذهنمون نشکنه تا این هدف و تارگت رو عقب نبرن دیدمون محدوده میگن بعضی فقط جلو دماغ خودشون میبینن اگه اینه ببرن عقبتر که بابا دورخیزه تو هدف گیرید و همین چیزایی نازل دروبره خودت نباشه اوپن مایندت باش ذهنتو ببر بالا خودتو باز بکن وقتی که آدم دیدش باز شد قول مولوی میگه که خدای بعد از این ما دیده خواهیم از تو بس تا نپوشد بحر را خاشاک و ما فقط از تو یه دیده میخواییم دید ما افق دید ما بره جلوتر وقتی که دید جلوتر رفت اصلا نوع نگاه حوض میشه دیگه آدم از اون به صدا تنگ نظری ها پایین بینی ها دیگه خلاص میشه دیگه از زندان زمان آزاد میشه یعنی قرآن اول خواسته این تلسم زمان رو در واقع بشکنه ما رو از اسارت زمان آزاد بکنه تا ببره جلو مثل یه فیلمی که آدم میره سر کار رفته خسته چرتش چورتش گرفته یه مرتبه یک چیز مهمی تو فیلم نشون میده آدم چرتش پاره میشه تا بعد یواش یواش داستان اون وقت میاد پیاده میکنه و یعنی اول میخواد اون چورتو پاره کنه خلاص قرآن این برای اینکه خاصیت انسانه میگه که ان الانسان لیف جور امامه انسان میخواد جلوشو بشکافه انسان ذهنش بولدوزروار میخواد آینده رو ببینه یسالو ایانه یوم القیامه سوال میکنه که کیه حالا توضیحاتی میده یعنی ما انسان ها تنها موجوداتی رو کره زمین هستیم که از نظر زمانی میتونیم آزاد بشیم هر موجود دیگه سگ و گرب و هیچ کدوم کاری ندارن که بعد چی میشه کاری به بد ندارن همینی که دورور خودش تریتوریش مثلا باشه و کجا جفتشو پیدا بکنه و کجا تومش پیدا بشه شکار کجاست چیزی بیشتر از اون نمیخواد قانع موجودات دیگه ولی انسان نظر سیاسی دنیا رو هم میخواد ببله دنیا که هیچی اگه همه منظومه شمسی رو هم بدن باز میخواد جلوتر بره در هنر در مذهب در همه چی پس چون ما در ذاتمون در طبیعتمون میل به گسترش و توسعه داریم خود این دلالت بر این میکنه که از محدوده زندگی دنیا باید بتونیم خودمون رو فراتر ببریم همینطور که وقتی که جنین در رحم در رحمی که تاریکیه تاریکی شکمه بعدم نمیدونم رحمه بعدم اون پردهی که سه تا تاریکی آخه تو اون تاریکی ها چشم به درد میخوره که چی؟ تو رحم چشم داره ساخته میشه دست و پا به چه درد میخوره پس نشون میده اونی که تو رحم داره پرورش پیدا میکنه مال رحم نیست او برای بیرون از رحم داره ساخته میشه ابزاری که تو رحم داره برای اون به وجود میاد برای شکم نیست برای بودن در اونجا نیست بسیاری از چیزایی هم که ما تو دنیا داریم دنیا تنگ خیلی دنیا این ظرف انسانیست این بی نهایت طلبی انسان در همه ابعاد در حالی که دنیا محدوده دنیا همه چیش محدوده ولی چرا ما نامحدودیم چرا انسان انگیزه داره که بره از سیارات هم بالاتر همین نشون میده که انسان در این برای دنیا خلق نشده ما خلقتم لدنیا میگه okay. شما مسافرین یعنی خواهد اومد آینده ای که انسان همه این بر ستاره ها هم طی okay. میکنه با از اقطار آسمان ها زمان هم نفوذ خواهد کرد برای مسئله آخرت رو باید در ارتباط با این ابعاد گسترده وجودی انسان دید بله. تشکر آقای بازرگان ما صحبتمون حالا در عرف هم همین جوره هم آخرت استفاده میکنیم هم قیامت و یا یعنی اینا هر دوتا رو به یه معنی میبینیم معنی آخرت هم به عنوان دیگر چیز دیگری استفاده شده حالا نمیدونم این اشاره به زندگی دیگری هست یا نه میخوام ببینیم این دو لغت آیا در کاربردش در قرآن متفاوت استفاده شدن یعنی بعضی وقتا آخرت بعضی وقتا قیامته میخوام ببینیم اینها به چه صورت استفاده شده در قرآن بله خب همطور که میگین آخرت یعنی دیگر میگه یکی دنیاست یه چیز دیگه هم هست <applause> یعنی دنباله داره آخرت نه به معنای انتها آخرت یعنی بجز این برای این قیامت به معنای از قیام مقاومه یعنی در واقع مثل دانه ای که افتاده در زمین دانه گیاه ولی بهار میاد بالا قائم میشه یعنی رستاخیز رستاخیزم یعنی خیزش دیگه برخواستن کلمه قیامت به معنای برخواستن از خاک میگه منها خلقناکم شما رو از خاک آفریدیم فیها نویدکم در دل خاک شما رو برمیگردونیم و منها نخرجکم تارتن اخرا بار دیگه از درون خاک در میاید درست شبیه همون شعری که مولوی میگه کدام <متصفيق> دانه در زمین فرو رفت و نرست چرا به دانه انسانت این گمان باشد یعنی <متصفيق> yani, اطلاعات انسان کجا میره اطلاعاتش در خاکه درسته که در واقع سلولای ما تجزیه میشه حتی دی هم تجزیه میشه ولی در دنیا هیچ اینفورمیشنی از بین نمیره مخلوط تو طبیعته درست مثل در واقع آهن رو با بذاریم براده ها رو جمع میکنه اون کسی که این آفریده با این شگفتی هایی که در جنهای ما هست برای او تجدید ساختارش ساختمانش خیلی آسان تره قرآن نمیدونم شاید چل تا اسم برای اون حادثه داره اون چی که اتفاق میفته مثلا میگه یوم الجمع روزی که جمع میشن یوم الحشر محشور شدن یوم الخروج یوم الوعد یا یوم روزی که وعده داده شده یا بعضی جا میگه یوم الفصل فصل انفصال درست مثل فصل تابستان و پاییز و اینا یعنی یک دنیای دیگه یا عالم دیگه ای پدید خواهد آمد یا یوم تلاق طلاق طلاق با دو نقطه طلاقی طلاقی انسان با عمل خودش یا هر طلاقی در واقع یا میگه یوم الحسرت روز حسرت یکی از ویژگی های آخرت یوم الحسرته یه داستانی یه تعریف میکردن که یه دیر و چشمشون رو میبندن در شب در جای تاریک از یک مسیر عبورشون میدن که در این مسیر طلا جواهرات و اینا ریخته بودن اینا زیر پاشون یه احساس جیرینگ جیرینگی میکنن و بعضی ها به نظرشون میرسه که یه مقدار صدا آشناست حالا دولا میشن مثلا چندتا تا بر دارن مثلا تو جیبشون میذارن بعضی ها میگن که تلا جوار که زیر پا نمیزن باور نمیکنه عبور میکنن از اونجا وقتی رد میشه چراغ روشن میکنن همشون حسرت میخورن یعنی نه تنها اونایی که چیزی بر نداشتن اونایی هم که برداشتن میگن اگه ما میدونستیم اینا طلا جواهراته تمام جیبامونو پر میکردیم مثلا دامنمون پر میکردیم چون تصور دیگه چون علمی ندارن به اون چیزا بعده داده شده مثلا حالا در واقع قیامت اینه که اگه انسان بدونه که این زندگی دو روزش که حالا صد سالم اگر عمر بکنه یه لحظه بیشتر نیست چقدر کارهای مثبتی که کرده خدماتی مم. که به دیگران کرده علم و دانش و هنر و فضل و هر چیزی که داشته چقدر مهم بوده اینا حسرت میخوره یا اون کسی که مثلا فرض کنید حالا تونسته وارد دانشگاه بشه و بعد بره به دنیای کار و حرفه و صنعت و میفهمه که چقدر مهم دنیا چقدر من خوب کاری کردم که مثلا خوب درس خوندم تونستم بیام حسرت میخوره که اگه واقعا بیشتر تلاش کرده بودم بنابراین یکی از اسامی یوم الحسرته یا یوم تقابون تقابن احساس قبن احساس مقبون شدن باختن برای ادهه احساس باختنه که عمرم تلف کردم راندمانی نداشتم کاری نداشتم از این اسامی خیلی آمده در قرآن این اسامی البته اسم نیستش به معنای لفظه اون شعر معروف سهراب سپهری میگه چشم را باید شوس جور دیگر باید دید که میگه واژه باید خود باد واژه باید خود باران باشد یعنی اسامی واژه ها لفظ نیستن اگه میگیم باد خود باد باید برسون اون که ماهیتش چیه ما در زبان فارسی میگیم اسم دوست داریم رو بچه‌هامون مثلا اسمای قشنگی انتخاب بکنیم ولی معنای کلمه اسم در زبان عربی همون صفته <applause> یعنی ویژگی ها اینکه خداوند اسماء حسنا داره اسماء خدا چیه رحمانه رحمان لفظ نیست یعنی دوش رحمته خدا لطیفه یعنی لطف یا علیمه <applause> یا حکیمه یا از عزی... صاحب عزته و ال آخر بنابراین اسامی قیامت هم داره حالت هاش رو یا وصف در واقع اون اتفاقی که در آینده خواهد افتاد که اسامی در واقع خیلی زیاده که الان وقت جلسه گرفته میشه بنده میخوام به تشکر. آقای بازرگان قبل اشاره کردیم شما اشاره کردید که نیمی از آیات قرآن که در دو سال اول به صد آمده اینها اشاره به آینده انسان و آخرت و قیامت داره شاید بد نباشه یه چند مورد از اونا رو که به اصطلاح مهمتر ممکنه باشه یه صحبتی بکنیم که آشنایی باشه بینندگان از بتونن مراجعه بکنن برای یه مطالعه بیشتر بله بله من اشاره کردم که 49 هشت درصد آیات دو سال اول که در واقع قرآن با اون آغاز شده پیامبر رسالتش رو با شکستن تلسم زمان آغاز کرده که اول دید رو باز بکنه این محدودیت ها رو در واقع نشون بده و بعد مطالب دیگه انبان میشه یعنی اگر تقسیم بندی موضوعی قرآن رو بخوایم بررسی کنیم قرآن با قیامت آغاز شده راجع با آینده بعد داستان انبیا و امت های گذشته از آدم و نوح و نمیدونم هود و صالح و شعیب و لوط و ابراهیم و اینا یعنی رفته رو گذشته سوم اومده راجع به توحید یعنی منحنی به سلام موضوعی با قرآن رو بکشیم منحنی اول با, قیامت آغاز میشه در مثلا سالای پنجم شیشم میره روی داستان انبیا و امتها فوکسش در واقع درصدش رو اوناست سال سیزده هجرت رو توحیده و احکام و عبادیات و اینا همه رفته سالهای آخر یعنی چیزی که الان اهل تسنن و شیعه دین و از اون زاویه میبینن یعنی احکام فقط نماز و روزه و نمیدونم حرمت هایی که مثلا وجود داره اینا همه سالهای 22 و 23 به عنوان امور روبناییه یعنی اون چه که خیلی خیلی مهمتره اول باز کردن نگاه انسان به آینده است و بعد باز کردن نگاهش به گذشته مهم. تاریخ کسب تجربه از آدمیان سوم خدایت توحیدی رو شناختن نه صرفا اعتقادی به یه خدا اینی که فقط اونه فقط یک نیروه تمام واسطه ها رو اینا رو باید گذاشت کنار تمام انبیا اولیا اینا معلمین بودن راهنماها بودن اونا وسیله نه وسیله هوایج دنیا اونا راه ها بودن ما رو با خدا آشنا کردن اشاره کردن که به کجا توجه بکنید اینا مسائل اساسیه و بعد دیگه احکام فقه در واقع که چهار درصد قرآن هم بیشتر نیست که الان شده 99 درصد تو جامعه ما و جوامع مشابه فقه زده و به ظاهر به صلاح, صلاح آرایش کرده ی ما اینا همه رفته سال آخرین آیاتی که بر پیامبر نازل شده شاید مثلا یه ماه آخر در حالت پیامبر به مثلا شراب و قمار و این حرف که مثلا این را نکنید قبلا اصلا به این مسائل توجهی نداشتش حال قرآن در مورد آخرت ارز کردم که حدود 50 درصد دو سال اوله و یک سوم قرآن اگه در یک نگاه 23 سال ببینیم یک سوم قرآن راجبه آخرته اینا از سه زاویه بحث کرده بخشیش راجع به اصل حادث است یعنی این دنیایی که شما بهش چسبیدین این همیشگی نیست مثل اینکه به کسی بگن این خونه که اینجا ساخته آمار نشون میده که هر ده سال بی ساله یه سیل میاد اینجا در معرض سیلی در واقع تو اینجایی که مثلا بنا کردی اطراف جنگل این آتش سوزی الان که حدود چقدر هم ده هزار تا خونه این طرف کالیفرنیا سوخته دیگه یعنی اینا همه جا پیش میاد دیگه در واقع میگن این دنیایی که تو آرمان خودت گرفتی این زمین بابا از بین میره خورشیدش هم از بین میره و و بعد چه اتفاقاتی میفته وضعیت خورشید چی میشه ماه چی میشه ستاره ها چی میشه بخش زیادی در قرآن و خیلی هم عجیبه چیزهایی که از نظر علمی هم روشن نیست مسائل ماورا طبیعی است ولی قرآن به بزرگ داره این تحولاتی که از نظر فیزیکی رو تتبر زمین و آسمان اتفاق میفته داره بیان میکنه بخشش اینه بخش دومش راجب انزاره یعنی هشدار آمادگی حالا که در واقع این خونهی ای که اینجا ساختی بهش دلبستی در معرض طوفانه، در معرض سیله در معرض زلزله است آمار نشون میده اطلاعات نشون میده آماده باش پس تجهیز بکن فریمایی برش بذار اگه زلزله اومد نشکنه و الی آخر پس بخشیش از اشارات قرآن به آینده راجع به راجب راجع به آمادگی راجع به تدارک اگه قراره که یک بعد از مرگ تو حیاتی باشه احتمال یک در هزارم بدی انقدر مهمه برای اینکه اون ابدیه تو که بالاخره میمیری اگر احتمال ضعیف هم میدی انقدر مهمه اون مسئله که میارزه که تو تدارک ببینی آماده کنی خودتو نگو که نه کی آمده کی خبر آورده مگه همه چی رو ما میدونیم خیلی چیزا هستش که انسان باید با درکش با بینشش بفهمه علم ما مگه چقدر به قول ماکس پلانک تمام دانش ما مثل نادانیامون یه قطره است در برابر اقیانوس و قسمت سوم که خب الان تمام شد جهان تمام شد انسان ها چگونه میشن سرنوشتاب بخشی از پس آیات مربوط به آینده قرآن راجع به در واقع بهشت اعمال یا دوزخ اعماله اونم نمیگه خدای اون بالاست و به تو میگه برو تو جهنم به تو میگه برو تو بهشت میگه خداوند کوچکترین ظلمی به کسی نمیکنه هر کسی هر چی کاشته درو میکنه بارها اینو قرآن گفته حتی بهشتم میگه بهشت کار خودتونه تلکل جنت التی اورستموها به ما کنتم تعملون این ارث عمل خودته کاری که خودتون میکردین. این کاخ بهشت که ساختین همه ای اونا که در طول تاریخ یه سنگی یه آجری یه ملاتی یه چیزی گذاشتن برای این کاخ بهشت که بهشت کردن همه اونا مال اوناست ملک مشاع همه کسانی است که سازنده بهشت بودن هرگز نمیگه بهشت جایی هست که میرن توش بهشت رو انسان ها میسازن این دیگه از بدیهیات قرآن همه جا میگه کار خودتونه ارس خودتونه دوزخ هم میگه کار خودتونه آتشی که از دلهای خودتون طلوع میکنه نار الله تطلل علال <applause> میگه شما نا... مال یتیم دارین دارید میخورید بدونید که دارید آتش میخورید ان الذين ياكلون اموال اليتامى بالباطل انما فی في بطونهم نارن آتش داری میخوره و سیسلون سعی را این به زودی شعله خواهد شد یعنی این نوع آتش آتش معمولی که نیست در واقع میخوین که خودتون جهنم رو میسازید خودتون بهشت درست میکنید اما این که اشاره کردید خود قرآن از هاش نشون میدیم سورهای دو سال اولیه به وقت کمی که هست من بعضی از اسامیشو اشاره میکنم سوره زلزال داریم زلزله ازا زلزلت الارض و زلزاله ها موقع که زمین اون به صلا تزلزلی که به ذاتش به طبیعتش ارتباط داره برسه به اون مرحله تزلزل و اخرجت الارض اسقالها اسقاله ها تم آتش فشان ها همونطور که میلیارد تا سال تو کره زمین همه جاش آتش فشان بوده برمیگرده دو مرتبه یا سوره الغارعه الغارعه تو بمه قارعه کوبنده به چکش عربا میگن مغرع یعنی یک انفجار کوبنده و ما ادراک ملغاره وقت توضیح میده چه خواهد شد یا سوره به نام قاشیه قاشیه این, این اتفاقی که خواهد افتاد در آستانه پایان عمر زمین فراگیر منطقه ای نیست که بگیم حالا ایران میگیره یا امریکا رو میگیره یا سوره انشقاق درست میوه ای که به سیبی که فرض رو درخته وقتی رسید جدا میشه این تحولات آسمان که هر روزم هم تو آسمان دارن میبینن که پایان مرگ خورشیدی هست یه بازوی کهکشانی مثلا یه اتفاقاتی افتاده دو تا بلک هول در هم مرج میکنن دائما اینا هست به سال جدا شدن این ستاره ها پدیده ها از هم دیگه یک سوره داره راجبه همین انشقاق این پدیده های آسمانی سوره انفتار هست از سما فترت فتره پاره شدن یعنی این رشته جاذبه که اینا رو به هم بس کرده مثل نخ گردن یا تصویر که وقتی پاره بشه از هم جدا میشه یعنی این نظم جاذبه ای تد تاثیر یه عوامل دیگه ای فلانی به هم میخوره به سوره انفتار داره راجب این مسائل صحبت میکنه یا سوره تکویر از شمس و کوب برد موقع که خورشید کدر میشه خاموش میشه و این از بدیهیات علمی که هم همه میدونن دیگه البته خورشید ما بین چهار تا پنج میلیارد سال دیگه هنوز مونده تا سوختش انرژی هیدروژنش تمام بشه یا سوره به نام قیامت قیامت داریم سوره واقعه داریم اشاره به اون واقعه اذا وقعت الواقعه وقتی که اون واقع اتفاق افتاد لیسل وقعتها ها کازه برک هیچ دروغی هم نیست اینا مم. تصویر سازی هم نیست خافزتن رافعه یه انقباز خفز یعنی جمع شدن و رافعه یه انبساط از نظر علمی هم خیلی روشنه هر خورشیدی وقتی تمام میشه سوختش اول نیروی جاذبه قلبه میکنه جمع میشه هسته خورشید ستاره و بعد اکسال عمل پوسته باعث میشه که پف بکنه در تبدیل به یه سوپر نوبا میشه البته بسیگی به حجم خورشید داره پس یه سوره تکویر هم راجع به این داره صحبت میکنه سوره نبع اولین سوره جزء سیومه اما یتساعلون عن نبع العظیم یا سوره معارج پس بخش عمده سوره های کوچیک قرآن راجع به تحولات فیزیکی در آستانه قیامته تحولاتی که در ماه و خورشید و ستاره و کوه ها و دریاها و ستاره های مجاور ما اتفاق میفته بخش دومش سوره است که خیر اسمش ربطی به قیامت نداره ولی اصلا با اون موضوع شروع میشه مثل سوره فرض کنید انبیا مثل سوره تور مثل سوره حج حالا دیگه وقتم تمام شده بخوام بگم آه. اصلا با اون موضوع آغاز میشه در بسیاری از سوره هم در متنش مسائل قیامته که به طور کلی یک سوم سو قرآن موضوع آینده بشریته آینده کره زمین آینده منظومه شمسی و آینده حالا این کرکشان ما یا شاخه ای که در واقع منظومه ما از اجزای اون هست که یه تحولاتی اتفاق خواهد افتاد و حالا داستان این که این مسائل چگونه در 1400 سال پیش انجام شده پیامبری که اصلا سوادم نداشته بهم. اون حالا یه بحثی است که وقت تمام شده نتیجه‌گیری‌ای که که کاملا نشون میده اینا ربطی به پیامبرم نداره بهم. ورای در واقع دانش زمانه که هنوزم با بشر نمیدونه و ورای اون اطلاعات کی داره پیش بینی میکنه که در این یونیورس چه تحولاتی اتفاق خواهد افتاد خیلی متشکر آقای <applause> بازگان پس ادامه میدیم چون تعداد سالاتی هست به خصوص بله. موقعیت حضرت رسول که پیامبر اسلام <applause> چجور این مسائل رو جذب میکرده از کجا چه سرسایی های قرآن بوده بله. سال در اون مورد ممکنه باشه, باشد. و بیشتر تشکر میکنیم از شما و تشکر, تشکر میکنیم از شما بینندگان عزیز که ساعتی با ما بودید دیدارش ما با شما در برنامه دوم از این عنوان تشکر میکنیم خدا نگهدار خدا حافظ نگهدار